من در سلامت سخن شما تردید ندارم. اطمینان دارم آنچه که شما می‌فرمایید خواهد شد. اما چگونه قبول کنم فرزند پاک شما رو سر می‌برم؟ مگر اینکه اجنبیان بدینجا هجوم آورن. من به شما حق میدهم که در تجسم صحنه هایی که با شما گفتم تردید کنید. نه ابن عباس، هیچ اجنبی در کار نیست، چه بسا مردمانی از همین سپاه شمشیر در کشند و راه بر حسین من ببندند. من میبینم که حسین من تشنه است، فرزندان او تشنن و سپاه او نیز تشنه است. من صدای سوزانان می شنوم. عباس من شتاب کن، اهل حرم تشنه. مردانی را می بینم که از آسمان به زیر می آیند، با پرچمهای سفید در دست و شمشیرهای بران و براق در کمر. میبینی؟ اطراف این زمین را خط میکشند و علامت میگذارند. این محدوده کربلاست. ابن عباس، گویا حسینم، فرزندم، پاره تنم، قلبم، مغزم را میبینم که در دریای خون غرق میشود. من صدای حسین را میشنوم که فریاد میزند، پناه میخواهد، کسی او را اجابت نمی کند. این زمین کرب و بلاست. حسین من در این جا به خاک سپرده می شود. من نیز 17 تن از فرزندان من و فاطمه در این جا دفن می شود. این زمین در آسمان خدا معروف تر از زمین است. امام در مسیر حرکت خود به سمت شام به کربلا رسید و یاران خیش را از جایگاه و فردای این مکان آگاه نمود. این دومین اعجاز آشکاری بود که من به چشم خود دیدم. یکی آمدن اویس قرنی بود و یکی بازگوی سرنوشتی که بر کربلا رقم خورده است. امام آن روز در کربلا آب خواست، وضو ساخت، نماز گزارد و سخت گریست و من هنوز چشم به اعجاز سومین این مسیر دارم. اعجازی شگفت‌تر که مرا در این برهوت سوزان تکاپو در آورده است. خدایا مرا بپذیر. سپاه امام به حرکت در آمد تا سرنوشتی را که برای خود رقم زده است در آغوش بگیرد و من ایستادم بر بلندای گستره‌ای از زمان تا حق را در هر کجا که هست بکاوم.
حتی در خانه محقر فردوسی و در چشمان منتظر مادرم که در فراق شوی فرزانش می سوزد و داغ دوری او بر دل دارد. مادرم همان گونه که خود گفته بود تا به دوری شویش را نیاورد. بیماری ناشناخته او را در خود فشرد و زمین گیرش کرد. اراده کرده ام با این سپاه دستی در بلاد ایران و توران و هند و حجاز و هر کجا بگردانم، تا توان و عهد مرا هست خون کافران بریزم و جهان از لوس بدکیشان پاک بگردانم تا بغداد. به بغداد که رسیدیم دست خلیفه ببوسم و ابراز بندگی کنم. رأی شما چیست؟ نیکو اراده کرده اید، هم جهاد است و هم گسترش بلاد. جهاد و بلاد. هر کسی رو پایان نیست، پایان من چه زود افتاد. قلبم میشه کافت بویا دوست داشتی جای من بودی؟ پاسخ بده شریف، فراس مکن. یادت هست چه کودکانه میخندیدیم؟ هر که را جایگاهیست، شما را به پادشاهی، مرا به غلامی. پاسخ من نگفتی. من به غلامی شما شادمان ترم. پس نخواهی عجبا، عجبا که پادشاهی رای به غلامی دهند و غلام نپذیرد. غلام پادشاهی رای نپذیرد. بسیار باید رفت. کمی دیگر. برخیزید، برخیزید. شاه است که می آید. خود اوست. برخیزید. Thank you.
شتاب کنید. بجنبید. باز باید برم. سپاه سالار الان چه سلام میدارد هم کنه. من گفتم از این موزه به سپاه غزنه بنگرید و تکلیف ما معلوم گردانید. رد شو. پرنده پر نمیزند. پس کجاست اون هیاهو که میگفتی؟ آرامش پیش از طوفان است. یک دو باری پیش قراولان آمدند و بازگشتند. ما را محک میزنند به جهت استواری قلعه. چند سپایی با آنان است؟ جاسوسان من گفتند 60,000. 60,000؟ مرا احتمال بیش از این. 60,000 تنها سپاه آلتونتاش است. این دیگر چیست؟ سپه سالار سلطان. فرمان لشکر سلطان با آلتونتاش است. آلتونتاش؟ چه اسم خوف‌انگیزی با اوست. نام او تن من می‌لرزاند. وای از خودش، وای از خودش. پس خود سلطان کجاست؟ خود سلطان؟ سلطان با 70,000 از پی میرسد. 70,000؟ سلطان خود به گرگان رفته جهت گوشمالی حاکم گرگان. باویلا پیوند این دو سپاه تومار ما به هم میپیچد. ما را 50,000 سپاهی است و سلطان را 130,000. 130,000؟ 130,000؟ هر چه فرمان می کنید آن کنیم. پیشدستی کنیم. آره پیشدستی کنیم. پیش از آن که سپاه سلطان به ری برسد پیکی فرستیم و برای فتح ری رسمن دعوتش کنیم. بگویم این ری بیو بگیر. آمدن. ده نفرند. چیستن ها؟ پیکند. آمدن تا شرط بگویند. مرا حول برداشته. هراسونم. میترسم. من نیز در هراسم. شما بروز میدهید. من به درام میرسم. خدا مگر این فتنه فرو برشاند. من از سپاهیان سلطان هرچه گفتند جز کشتار و غارت و بیرانی نبود. مگر نه که ما را میکشند. بیومانیست تیغ در میان آفریم. ممکن نیست. اگر بنابر ایستادگی باشد من و سپاه مهیایی. به یک شرط. شما خود پیش افتید. من تو کنون سر مرقی نکندم. امتحان کنید. رچست بگویید و خون سپاه به جوش آورید. برا با این گونه مردن تناسب بیشتر از شهریار جوان.
نفسم از اولان مرا این مخواب بگذار اندیشه کنم. اندیشه کدام اندیشه؟ کدام اندیشه؟ کدام اندیشه؟ بر مشاعرم گفل است، مغزم بیرون بردند، هیچ مخ ندارم گویا، هیچ مخ ندارم، من مخ ندارم، من... بیمهری او میپردازم. آمدن شما آتون تا شک منزل باره فاصله ندارد. دروازه را بی مجادله باز کنید و بی جهت خشم سردار و سلطان نیفروزید. فهمیدی چه گفتم؟ این صفاش چه میگوید؟ این سوار میگوید دروازه بگشاییم و بی جهت مجادله نکنیم. دروازه میگشاییم اما به شرط امان. دروازه میگشاییم مرا عهدی با خاندان بویهیان است. این عهد زبان و شمشیر مرا بسته و شاخ گستاخی مرا شکسته. اگر نه از همین بالای قلعه سرنگونت می کردم تا کار مردان به رفتار کودکانه از سایع نکنی. اگر مرد جنگی پیش بیفتاد در رکابت به جنگی، اگر نه مدارا پیشه کنیم تا روزگار با ما چه کند. این پرچمی که سواران سلطان نهادند و با خود نبردند نشان از غضب دارد. مدارا میکنیم اکنون پیک بفرستید که ریمان شما. دروازه ها بگشایید! Come on!
سپاه سالار ری و رئیس العلمای ری ری کانون قرمتیان رافزیان کردیم. مفتی گفت نه، دفن رافضیان و قرمتیان در مزار مسلمین ممنوع است. ناگزیر آوردیم اینجا. مادر خود به من فرمود اگر ممانعت کردند مرا در باغ سیب من دفن کن. باغ سیب، باغ شاداب فردوسی. خدا حافظ ای درختان سرسبز و خرم دیروز و درختان بیروح امروز. مرا ببخشایید اگر به شما نپرداختم و مونس خوبی برای شما نبودم. خدا حافظ. خدا حافظ. از روی شما خجلم بکیم. امانتی به من دادید و من در خاک تحویلتان دادم. چه کنم؟ من در غیاب شما همچون درخت پوسکندهی بودم که تنها هیبتی از درخت با او بود. مفتی اعتنایم نکرد، التماسم نشنید، هرچه تقلا کردم نپذیرفت. اما سخن همیشگی باز میگفت و شمشیر سربازان رو میکشید. همان سخن همیشگی مفتی، مفتی. سپاس من با تو داماد خوبم. من همه شما به زحمت انداختم. من از مهری که بانو با شما داشت و شما با او خبر دارم. از باب تسلا چه میتوان گفت جز سخن خود شما؟ نباشد جهان بر کسی پایدار
همه نام نیکی بود یادگار. کجا آفریدون و ضحاک و جم، مهان عرب، خسروان عجم؟ کجا آن بزرگان ساسانیان، ز بهرامیان تا به سامانیان؟ سرانجام بستر جز از خاک نیست، از او بحر زهر است و دریاک نیست. خدا تو را با خوبان محشور و خدا شما را با علی مرتضی محشور فرماید، با کسی که بسیار او را دوست می‌دارید و به همین خاطر بسیار آسیب دیده. سلام فاطمه بانو، دیدی به دیدارت آمدم آخر. شویت از راه آمده خسته و بیرمق، برخیز و پاهایش بمال، شانه هایش بمال. عزیز من، همسر پاک من، عروس رشک برانگیز توس، چه غریبانه در اینجا به خاک رفته ای. ببین برایت چه سوغات آوردم، بهترین سوغاتی که در توش من است. برخیز و بگیر، من شاهنامه باز آوردم برای تو. این همه توش من است. چه کسی لایق تر از تو؟ با من کس ستیز نکرد جز عالمان و شاعران که آخرت خود متاع ساخته بودند و با آن کس می‌فرمودند. من مساف کردم با اینان، با شاهنامه. هرچه اینان از خرافه گفتند، من از خرد سرودم. هرچه فریب کاری آموختند، من از درستی گفتم. زبان سرخ من سبزی و تراوت از زندگیم زدود. با این همه شاهنامه میراث بزرگ من و توست. تا مردمان جهل بروبند، وقت برفراز کنند. ببین فاطمه جان، من باز آمدم، این جایم با تو میشه. فاطمه جان، خدای را سپاس که این مجاهدت سرانجام یافت و مرگ من در نیمه راه گریبان من نگرفت. خدای را سپاس اکنون مهیای رفتنم، مهیای پیوستن. خدایا مرا بپذیر، دستم تهیست، دست تهی مرا بپذیر. ای فریاد رس، ای خوب مطلق، ای بهتری. آنجا که عازم غزنه بودی، نگفتم بیا و کاری بکن تا دنیا دنیاست نامت بر فراز افتد؟ فرصت گذشت و نکردی. تو محمود غزنوی دیدی و با او سخن گفتی و با دستی دراز باز آمدی. هر روز که می گذرد حکیم در خونی که محمود غزنوی می ریزد سهیم است. دهانت بشوی اسماعیل.
شما خیری نیست. تو هنوز از استخوان من خنجر میسازی؟ دست بکش. من سال هاست که از کودکی فاصله گرفتم، مرا به چه میفریبی؟ آخرت خود مفت خراب کردی حکیم. آخرت بر چه متاعی پا نهاده ای؟ مرا با استخوان شما کاری نیست، زمان خود به استخوان شما میپردازه. حکیم، شما با حسین ابن علی چگونه ای؟ حسین، ما و شما امامی چون حسین داریم که با یزید نساخت. اگر ما خنجر و شمشیر بسته ایم، اراده بر نابودی ظالمین داریم. تا ظالمین از زمین بر نداریم، مردمان نفس راحت نمی کشند و حق به حق دار نمی رسد. عجب از شماست که یاد از حسین و کربلا می کنید و راه و مرامتان از حسین و کربلا جدا. گفتم دهانت بشوی، مرا با حسین و نامو احانت بده که نامش مرا می آچون شما نیم این خاندان نگرفته این تا نیم دیگر رها کنید. کجا در پیش آل نبی کشتن مردمان شرط است؟ مردمان نه حکیم، ما سران و برجستگان ظالم می کشیم. برو اسماعیل، من هیچگاه به تو و مذهبی که داری تمایل نداشتم. ما چوب شمایان فراوان خورده ایم، کجا باید مرز ما و شما مردم بدانند؟ من کجا قرمتیم؟ کجا اهل بیت نبی وانهادم؟ راه شما از میانه راه به تاریکستان و اوهام می رود. راه من روشن است. راه من هر کجا با نبی و وصی و فرزندان اوست. من کجا قرمتیم که سلطان غزنوی نیز مرا قرمتی می دانست؟ من کجا با مذهب تو هم؟ تو اگر با کشتن بناداری، من به زنده کردن مردمم میاندیشم. تو میخواستی به سر به چیزی محمود غزنوی از پای در آورم، نمیخواستی؟ نکردی که من او را از پای در آوردم، آنچنان که هیچگاه بر نخیزد. بگذار سخن آخر خود بگویم حکیم. اکنون پای بر لب گور دارد، ساعتی دیگر روزی بیا و در این وانفسار ریسمان ما بگیر و در حقانیت اسماعیلیان وصیت مکتوب بنویس، وگرنه بمیر در کفر اساطیری که باز پرورده ای. خبر بازگشت پدرم فردوسی همه جا رفت و پیش از همه جا به سرای مفتی طوس رسید و مفتی طوس باز به تکاپو افتاد تا مگر این پیر خسته را با حکومتیان در اندازد و خون او به ضرب تیغ امیر طوس بریزد و کارش یک سره کند. اما غافل از اینکه تلخ کامی ها دیگر برای پدرم هولنگیز و فرساینده نبود، امیر طوس اکنون کسی دیگر بود. مرا به خون این پیر تحریک مکن جناب مفتی. اشتهای من برای کشتن قرمکیان کمتر از شما نیست، این را همه می دانند. او خود پای بر لب گور دارد. نه نه، انگونه که خبر دادند چشمش بهاراتی نمی بیند. جناب مفتی، آیا این کمال حماقت نیست؟ من از مردهی پای برگور سفره‌ای از نفرین مردمان بکشایم و خود را انگوش نمای خاص و عام کنم؟ امیر، اگر ملاحظه نفرت مردمان داری تیغ از کمر وا کنید. نفرین مردمان اگر کارساز بود، سلطان و هفت پشتش
تا کنون به دهان اژدها فروش شده بودند. شما جز به برقراری ملک سلطان نیندیشید. بقای ملک سلطان نیز در کشتار قرمطیان است. بلاخیر اینانند که چهار ستون سلطه سلطان می جوند و نفرت او می پرورند و نسل به نسل جسورتر می شوند. مرا معاف کنید، من خون اینان فراوان ریختم، اما در این خون که شما می خواهید نمی پیچم. پس مرا رخصت فرمای تا خود چاره کنم. مرا به تیغ شما حاجت نیستم. مگر نخواستید رخصت دهیم؟ آنچه از تیغ براتر است حکم است. من اهل حکمم، امین، اهل فتوا. به یک فتوای من هزاران تیغ جنبش میکنم. حکم کن. چرا نمی کنی؟ فتوا بده. بگو چون حکیم ابوالقاسم فردوسی از طوس تا غزنین رفته، شاهنامه به نام سلطان کرده، اما هدایای سلطان با فروش و حمامی بخشید و باز آمده، مستحق مرگ است. اگر شاهنامه را گناهی است، پس چرا سلطان پذیرفته و هدایا فرموده؟ اگر هدیه سلطان با فروش بخشیدن گناه است، بگو تا من از این پس تکلیف اموال خود بدانم، به که ببخشم بس که باز ستانم. من هفت کس گمارده ام که شاهنامه از بیخ بخوانم. پس شما نیز دوستدار شاهنامه؟ به لایزال سوگند که هر بیتش یک خنجر است. و زبانم لال، سلطان این همه خنجر ندیده و شما و آن هفت کس دیده. سلطان را مشغله سپاه و جهاد است. سلطان را مشغله سپاه است. آن همه شاعر و عالم و منجم سلطانی خنجرهای شاهنامه ندیدند؟ من نیز از همین متحیرم. روزی که دانستم این رافضی به عزم غزنین از طوس رفته، به خود گفتم چه نیک افتاد سید ما خود به نخجیرگاه سلطان شد. مطمئن بودم او همانجا در غزنین به حکم وزیر از پا می افتد. و یک زمان خبر شدید که حکیم را بر دروازه طوس دیدند با مردمانی فراوان در اطراف. من در پیشگاه خدا و در پهنه محشر بر پیشانی شما چنگ می کشم. او را بکشید و از هیچ مهراسید. خشم سلطان از فردوسی مهر تأیید تیغ شماست و من نیز این تصدیق میکنم. مرا بگو در پشت هفت دریا قرمطیان آب میخورند. میروم آب از دستشان و سر از پیکرشان میگیرم و باز میگردم. اما مرا با این پیر مشرف به موت در نیامیز. آن هفت کس که با مفتیان بگویید بیایند. من نیز چون سلطان به نام نیک علاقمندم. بگویید در حضور من احتجاج کنند. اگر از 60,000 بیتش 5 خنجر نشانم دادید، سر او میگیرم. قول میدم. در گوشه ایستادم و با همه استعداد چشم و دلم
پدر را می پایم. پیری و کهنسالی نیز همچون جوانی شیرین و گواراست. اکنون در این خانه من هستم و حکیم و خانواده کوچک که با نداری و فقر خو کرده است. از شکوه و شوکت حکیم ابوالقاسم فردوسی هیچ نشانی نمانده. حکومتیان او را به دارالاماره خواندند. یکی از آشنایان حکیم را خبر کردم تا او را مهیا کند و من در حیرتم که چه چیز حکیم به جان حکومتیان حراس انداخته است. همه شاهنامه خانده اید؟ از صدر تا زی، از الف تا یا، همه نکته ها دانسته اید؟ بی کم و کاست. جملگی مهیای؟ بله جناب مفتی، آنچنان دقیق که خود شاعر نیز در حیرت افتد. آنگونه که من اراده کردم؟ آنگونه که شما اراده کرده اید نه، آنگونه که از اشعار شاهنامه برمی آید. چگونه؟ آنگونه که از اشعار شاهنامه برمی آید. حکیم ابوالقاسم فردوسی،